یعنی سه گروهی که از همه به شیطان نزدیکتر است. الله در قرآن ایره به ما معرفی کرده، در نص سری قرآن و اساس نافهمی و نادانی ما از جمله کسایی باشیم که هم قرین شیطان باشیم. اگر خدای ناکرده از جمله افراد بودید، پس تلاش بکنید که خودتان از شیطان دور بسازید. یک آیت میگوید بخورید بنوشید از رزق و روزی پاکیزه الله اسراف نکنید. در ختم قرآن باشه، در عروسی باشه، در به اصطلاح ویل خرجی باشه، در هر چی که باشه، کسایی که نمازشان، حجشان، صدقه ایشان، انفاقشان، اعمالشان، الله تبارک و تعالی در قرآن سه گروه را به ما معرفی میکند که اینها از همه به شیطان نزدیکتر هستند. یعنی سه گروهی که دوست و رفیق و همنشین و همقرین شیطان هستند. الله در قرآن این سه گروه را به ما معرفی میکند. آیا میدانید این سه گروه چه کسانی هستند؟ از جمله چه افرادی هستند؟ یعنی سه گروهی که از همه به شیطان نزدیکتر هستند. الله در قرآن این را به ما معرفی کرده، در نص سری قرآن. چی خوب است که بدانیم، نشود خدای ناکرده و اساس نافهمی و نادانی ما از جمله کسایی باشیم که هم قرین شیطان باشیم. پس خودتان قضاوت کنید، اگر خدای ناکرده از جمله افراد بودید، پس تلاش بکنید که خودتان از شیطان دور بسازید. گروه اول، الله تبارک به تعالی اسرافکاران را در قرآن میگه اینها هم قرین شیطان هستند، نزدیکن به شیطان. ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. یک آیت میگوید بخورید بنوشید از رزق و روزی پاکیزه الله اسراف نکنید، که الله اسراف کنندگان را دوست نمی دارد. و آیت دیگر الله میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کنندگان، تبذیر کنندگان، مبذرین برادران شیطان هستند. یعنی برادر که خیلی نزدیکه برای انسان، نی برادر انسان برای انسان خیلی نزدیکه. الله انسانی اسرافگر، انسانی که تبذیر و اسراف میکند، الله میگوید این برادر شیطان است. یعنی آنقدر این انسان به شیطان نزدیک است که حکم برادر شیطان را دارد. پس اگر از جمله مصرفین هستید، پس مطمئن باشید که برادر شیطان است. حالا این اسراف از هر نوعش که باشه، انواع مختلفی داره. این اسراف در ختم قرآن باشه، در عروسی باشه، در به اصطلاح ویل خرجی باشه، در هر چی که باشه. اسراف یعنی چی؟ یعنی آنچه که ضرورت نیست تو رو به اصطلاح مصرفش میکنی. برای دو نو سه نوی قضا مشکل مردم حل میشه، ولی تو 20 نوی قضا رو جور میکنی برای شان. چیزی ضرورت بو احساس نمیشه، ولیکن تو رو خریداری میکنی و بعدش هم رو به سطل اشغالی میاندازی. یعنی اسراف. پس اسرافکار از جمله نزدیکترین افراد به شیطان است. نص سری قرآن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، برادر شیطان است. گروه دوم که به شیطان خیلی نزدیکن، کسایی که از ذکر الله تبارک و تعالی و یاد الله تبارک و تعالی فرار میکنن، غافل میشن. الله در قرآن گفته فذکرونی اذکرکم، مرا بخوانید شما را بیاد میآورم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، نباشید از جمله نمو کسایی که خدا را فراموش کردن، خدا اونها را به فراموشی میسپارد. کسی که از ذکر و فکر و یاد الله تبارک و تعالی غافل می شود، الله میگه این نزدیکترین فرد به شیطان است. آیاتش رو ببینید. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. کسی که از ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی می گریزد، فرار می کند، الله همدم و همنشین انسان کیه قرار میده؟ شیطان قرار میده. شیطان برایش همدم و هم نفس و هم یار و هم صحبت است. پس کسانی که از ذکر و یاد الله فرار میکنند، ذکر چیست؟ نماز ذکر است، تلاوت قرآن ذکر است، دعا ذکر است، انجام اعمال صالح و خیر ذکر است. کسایی که پشت به مسائل خیر و خوبی ها و طاعت عبادات میکنند، هم نشین و هم قرین شیطان است. این دو گروه. سوم را میدانید که چه کسانی هستند؟ ریاکاران، کسایی که نمازشان، حجشان، صدقه ایشان، انفاقشان، اعمالشان همه به خاطر شهرت طلبی، به خاطر خدا نیست، به خاطر مردم است. الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. این چقدر مهم است. الله اکبر. کسانی که مال خود در راه خدا، کسایی که مال خود در مصرف میکنند به خاطر ریا، ينفقون اموالهم رئاء الناس، مردم ببینه تعریف و توصیفش بکنه، والله فلانی چقدر سخاوتمند است، فلانی چقدر انسان سخی و شجاع است، فلانی رو دیدی چی مسجد ساخته، فلانی رو دیدی که به اصطلاح ختم قرآن چند هزار نفری و فلانی رو دیدی که به اصطلاح در روسیه بچه‌اش چند لک پول مصرف کرده و خرج کرده.
کسی که ریا میکنه، فلانی چند مرتبه حج رفته. الله میگه کسایی که مال خود رو به خاطر ریا، به خاطر مردم مصرف میکنن، اینا ایمان به خدا و به روز قیامت ندارن و هم نشین اینها شیطان است، هم قرین شیطان است، نزدیکترین افراد به شیطان هست. پس این سه گروه از همه نزدیکترن به شیطان. یک، اول اسرافکار، خیلی به شیطان نزدیک، هم نشین شیطان است. دو، کسایی که ذکر و فکر الله تبارک به تعالی را فراموش میکنن، دوره میجوین، نه تفکر میکنن، نه تذکر دارن، نه ذکر میکنن، نه یاد عبادت الله را انجام میدن. سه، انسان ریاکار. این ستا به نست سری قرآن نزدیکترین افراد برای شیطان هستن و همیشه هم قرین و هم دم و هم نفس و هم یار و هم صحبت شیطان هستن. امیدوار هستم که ما و شما از جمله این گروه ها نباشیم. یعنی سه گروهی که از همه به شیطان نزدیکتر هستن، الله در قرآن ایره به ما معرفی کرده در نص سری قرآن. و اساس نافهمی و نادانی ما از جمله کسایی باشیم که هم قرین شیطان باشیم. اگر خدای ناکرده از جمله افراد بودید، پس تلاش بکنید که خودتان از شیطان دور بسازید. یک آیت میگوید بخورید بنوشید از رزق و روزی پاکیزه الله اسراف نکنید. در ختم قرآن باشه، در عروسی باشه، در به اصطلاح ویل خرجی باشه، در هر چی که باشه، کسایی که نمازشان، حجشان، صدقه ایشان، انفاقشان، اعمالشان